پیام جاله با همایون افغان با چنل گلب میدیا با ما همراه بشین. ویدیو را تا آخر تماشا و لایک کنید. رزاق ممون، خبرنگار آزاد کشور هم که خارج از کشور زندگی میکنه، خطاب به همایون افغان نوشته است که همایون جان هشدار، عقب نشینی نکنی. همایون جان، آخرین سخنان ویدیویی شکوه آمیز تو را شنیدم. متاسفم که افاده دادی بعد از این برنامه های اجتماعی جذاب و سودمند تهیه نمیکنی. خواهش من این است که به فعالیت هایت با سرافرازی ادامه بده. از واکنش های منفی و سازماندهی شده قطعا نگرانی در دل راه نده. دنیای رسانه، آن هم شبکه های اجتماعی و جوامع پیچیده و در هم تنیده و سرشار از تضاد و تنش مانند است. هیچ وقت از قدرت و متانت کاریت به نفع کسانی که میخواهند از صحنه در بروی عقب نشینی نکن. همایون گرامی، تو تا کنون در شناساندن گوشه و کنار کابل آدم ها و چهره ها خدمات درخشانی کرده ای. که کمتر کسی با چنین پویایی های ارزشناک خودش زحمت داده است. باز هم خواهش و مشوره من این است که با کارهایت با درخشندگی و خلاقیت دوچندان ادامه بده. رزاق مامون. به هر حال همه ما از سرگذشت همایون افغان نتیجه میگیریم و درس میگیریم که نباید به هر کسی، حتی بهترین دوست من، اعتماد کنیم. همایون افغان بدون شک گزارشگر موفقی است که چه در خارج و چه در داخل کشور همه او را میشناسند. او کارمند تلویزیون آریان است. داستان همایون افغان از آنجایی جنجالی شد که برنامه هایش با فرید، پسر بچه یه خورد سال کارتون خواب، و دست نش سپرده شد. فرید کودکی معصوم به نظر می رسید. چهره معصومانه با گویش زیبای محلی هزارگی دل هر انسانی را به درد می آورد. فرید گفت خانواده‌اش او را از خانه کشیدند. مادرش با مرد دیگری جور آمده و پدر ندارد و او از بد روزگار مجبور شده یا مجبورش کردند که برای همیشه خانهشان را ترک کند. خانه فرید طبق گفته‌های خودش در دشت برچی کابل موقعیت داشته است و بعد از رانده شدن از خانه در پل سرخ در سرک ها بود و باش داشته است. از قضا روزی همایون افغان به صورت کاملا اتفاقی با او آشنا می شود. اما گویا بعداً با گفته خود همایون فهمیده می شود که همه اینها صحنه سازی بیش نبوده است. پدر و مادر فرید پیدا شد. مادرش گریه کنان از او خواست و به خانه برگردد، اما فرید همچنان تن به خواسته مادر نداد. بعدها بعد از چندین برنامه با فرید مشخص شد که همه اینها دروغی بیش نبوده است. همایون حتی زمینه کار برای فرید فراهم کرده بود. لباس، پول، جای بود و باش. بعد از این قضیه دزدی پول مردم با نام همایون افغان در رسانه ها غوغا به پا کرد. شخصی با سوء استفاده از نام همایون از مردم به بهانه کمک به نیازمندان پول می گرفت که بعداً هم مشخص شد که آن شخص کسی نبوده جز دوست و رفیق صمیمی خود همایون. واقعاً گاهی وقتها اعتماد کردن بسیار دشوار می شود. بگذاریم از اینکه این قضیه و مسعود فنایی هم رسید و مسعود هم خودش را داخل این قضیه کرد. این قضیه به قدری جنجالی شد که همایون افغان مجبور شد که در مورد درآمدش از یوتیوب رو هم در فیسبوکش بنویسد. او نوشت که برادرتان فقیرانه بود. فقیرانه هست. درآمد چنل یوتیوب نظر به قرارداد با تلویزیون آریانا 80% به تلویزیون آریانا و بنیاد بیات می رسید. 20% هم برای من و همکارانم.
من اگر قرارداد را قبول نمی کردم، مطابق با قرارداد قبلی که تمام کارمندان تلویزیون های خصوصی مکلف هستند، باید رسانه تصویری نداشته باشیم، نمی تانستم به نام خودم یوتیوب چینل داشته باشم. این یوتیوب چینل تنها نامش از من و نانش از مردم بود. من نصف معاشم را به فقرا کمک می کردم. من بالای فرید جان هدف تجارتی نداشتم چون پولش به من نمی رسید. من تنها یک گزارشگر ساده و صادق بودم. اگر فرید را پیش خود نگه می داشتم، امکان اختطاف و حتی قتلش وجود داشت. آنگاه من در دام بزرگتری می افتادم. در نواخر دسیسه ی زندانی ساختن وجود داشت تا از فیسبوک جعلی من به بهانه آزادی از زندان، خرج و مصرف و غیره چیزها از مردم پول می گرفتند و بعداً فرار می کردند. برادرتان را مقصر فکر نکنید. من کودکان را دوست دارم، اما در عین حال نمیخواهم دوستیم باعث قتل آنها شود. و ما در این اواخر، بیننده های عزیز و مهربان، ممنون و سپاس از اینکه تا این دم و تا این لحظه و این دقیقه با ما همراه بودین. امیدواریم در هر کجایی که هستین سالم و شاد و سرحال باشین. فراموش نکنین چنل ما را سابسکرایب کنید و دکمه ی رینگ یا زنگوله را هم فشار بدین تا بتونین اولین بیننده ما شما باشین. وقت شما خوب و خوش باشه. آرزوی ما سلامتی شماست.